در ادامه معرفی صبحانه کشورهای مختلف میرسیم به کشور مصر. فول مدامس یک صبحانه مصریه که از آزمایش زمان سربلند بیرون اومده. این صبحانه با قدمتی از دوران مصر باستان از باقالی‌هایی درست میشه که در تمام طول شب خیس خوردن. از طعم دهنده های مورد استفاده در فول مدامس میشه به پیاز، جعفری، لیمو، زیره و فلفل چیلی اشاره کرد. فول مدامس رو به صورت سرد یا گرم همراه با نان پیتای مصری سرو می کنن و معمولاً با مخلفاتی مثل تخم مرغ آبپز شده به سر میز میارن. صبحانه در کشور فیلیپین معمولاً طولانی ترین وعده روزه و شامل انواع میوه، پندسال یا رولهای مخمری مقوی و یک غذای برنجی مغذی مثل برنج سرخ شده با سوسیس‌های کوچیکی به نام لانگانیسا یا دیگر ترکیبات برنج و گوشت مثل تاپسیلو، گوشت خشک شده و یک تخم مرغ سرخ شده با برنج میشه. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. صبحانه در لهستان متشکل از ساندویچ های بازی به نام کاناپکیه. این ساندویچ ها با مواد مختلف و در شکل و اندازه های متنوعی درست میشن. از نون سنتی گندم سیاه گرفته تا رول های برشته، گرم و نرم به نظر میرسه که تنوع کاناپکی در لهستان بی نهایته. کالباس و گوشت پخته و پنیر، مخلفات گوشتی، سوسیس کیلباسا، پنیرهای نرم و سفت، گوجه فرنگی و تخم مرغ های همزده با سوسیس یا تخم مرغ آبپز از جمله موادی هستند که برای تهیه کاناپکی در لهستان به کار میرن. اما علیرغم وجود این همه گزینه، صبحانه به عنوان وعده‌ای در لهستان شناخته میشه که نیاز به آرامش داره. گذشته از همه اینها، درست کردن یک ساندویچ عالی کاری زمانبره. نخوردن صبحانه در روسیه یا میل کردن یک صبحانه سبک متشکل از یک ساندویچ باز سوسیس یا پنیر سرخ شده امری طبیعیه. اما اگه وقت آزاد صبحگاهی دارین، به دنبال امتحان کردن کاشا، یک حلیم درست شده از انواع غلات یا دیگر حلیم‌های تبخ شده با ارزن، جو دوسر یا گندم سیاه برید که معمولاً با شیر درست میشن. صبحانه آخر هفته ها معمولاً از گزینه‌های شیرین‌تری تشکیل میشن که در میان اونها میشه به کرپ بلینی اشاره کرد که با مربا یا شیر تقلیص شده شیرین خورده میشن. مزه کردن کوفته های پنیر کاتج رو هم به هیچ وجه از دست ندید. آرپاهای ونزوئلایی یک غذای ملی و همچنین محبوب ترین صبحانه این کشور به شمار میان. همونطور که مصرف نان در دیگر کشورها رایجه، آرپاها در تمام وعده های غذایی ونزوئلا حضور دارن. برای صبحانه کیک های ذرت مسطح رو سرخ میکنن یا میپزن و سپس مثل نون پیتا اونها رو نصف میکنن و با پنیر پخته و خورش مرغ پر میکنن. سوپ فو یک وعده مقوی و شما رو در تمام طول روز و گشت و گذارهای روزانه پر انرژی نگه می‌داره. در این حال انقدر سنگین نیست که سرعت شما رو کم کنه. فو یک سوپ گوشت و نودل برنجیه که به عنوان یک صبحانه ویتنامی فوق‌العاده شناخته میشه. شما میتونین این سوپ رو در تمام طول روز در رستوران‌ها و غذاخوری‌ها پیدا کنین، چون این غذا گزینه‌ای محبوب و پرطرفدار برای نهار و شام در بین گردشگرانه. اما بهترین سوپ فورو میشه در دکه‌های غذای خیابونی در صبحگاه پیدا کرد که در تمام طول شب به اندازه کافی در آب قلم پختن تا مشتریان صبحگاه خودشون رو راضی نگه دارن. اگر به سوپ علاقه ندارین، به سراغ دیگر صبحانه‌های ویتنامی خوشتم مثل خاگینه گوشتی، حلیم برنج و اوپلا تخم مرغ‌های سرخ شده در ماهیتابه و گوشت سرو شده با تکه‌های نان باگت تورد ویتنامی برید.